خب ببینید ایونت ها رو ما چجوری هندل کردیم. من توی کانستراکتور این یوزر ویو مدل اومدم اینیتش کردم، اینیشالایزش کردم. توی اینیشالایزش توی کتابه اینیت یوزر رپوزیتوری رو بروز کردم و اینیت یوزر یه تعداد یوزر رندوم یه تعداد یوزر رو اومدم اضافه کردم به دیتابیسم، اون یوزرهایی که اونجا میدیدیم رو. و فرست یوزر اومدم از یوزر رپوزیتوری گت یوزر کردم آیدی یکو، یعنی گفتم آیدی یکو برم. چیزی که اینجا میبینیم این که الان این فرست یوزر که میگیره یه لایو دیتا، یعنی ما الان کار به دیتای این نداریم، یه لایو دیتا گرفتیم از روم، یه لایو دیتا ساخته شده و ما برگردونده شده دیگه. ویو مدل یه کار به این نداره که دیتا چجوری ساخته میشه و یا اینکه چجوری نشون داده میشه. فقط چیزی که میگیم یه فرست یوزر یعنی یه یوزر که آیدیش یکه، یعنی قسمت منطقش اینه که ما داریم به آیدی یک میگیم فرست یوزر و فقط با همین قسمت کار داره. حالا اینکه این باید بعدا نمایش کجا داده بشه و چجوری دیتا بیس لود شد کار ویو مدل و ویو و دیتا مدل مونه. اوردر یوزر هم به همین طریق اومدیم از یوزر رپوزیتوری اومدیم دیتا هاشو یه لایو دیتا ازش گرفتیم. خب این اینیت مپ رو من گذاشتم برای بعدا اینیتش رو جدا کردم، یه قسمت بعدا باید جدا کردم برایش برگردیم ببینیم چه اتفاقی میفته. دیگه چیز دیگه ای هم اینیت یوزر هم گفتیم. این سرفیس یوزر اسکور هم اینی که میاد به ویو مدل میگه که یه امتیاز اون نفر اول رو به روز ثانی کنه. اون دکمه ستی که داشتیم اون اکشن رو به ویو مدل اطلاع میده. با این طور کاری هم که اینجا میکنه اینی که میاد توی یوزر رپوزیتوری میگه امتیاز آیدی یک شد نیر اسکور. بعدش یه کار دیگه هم انجام میده، اینه که میگه اگر نیو اسکور بر 5 بخش وزیر بود یه ایونت هورا جنریت میکنه با ولیو تترو، و اگر بخش وزیر نبود فالس جنریت میکنه. یعنی اینکه الان میگه من اون ایونت هورایی که داشتیم خوشحال شده بود موقعی که مزه 5 میشد میخواست بشه، اون منطقش کامل اومده اینجا. یه چیز دیگه که اینجا داریم این که ما الان یه رنگ لیست داشتیم توی ویومون که قرار بود کاربرا به سورت شده نشون بده، و اینجا ما وقتی که یه دیتا یه نفر رو تغییر دادیم سراغ رنگ لیست نرفتیم. یعنی اون بحثی که میکردیم که خودش نگرانیش با منطق نیست، یعنی نگرانی جاهای دیگه نباشه، اتفاق افتاده. ما الان به سراغ این که اون رو یه لیست داشته باشیم بریم اون رو دوباره مرتب کنیم نرفتیم. این توی یه اپ کوچیک اینجا حالا راحت هنده میشه، ولی وقتی یه اپلیکیشن خیلی بزرگ بشه دیگه آدم از دست شنده میشه، یعنی نمیدونه الان اینو میزنه به چند جا وابسته است، و این کار باعث میشه خیلی راحت فقط دیتاشو با خیلی راحت آپدیت کنه که درست کار کنه. بقیه این کد هم یه سری گتر داریم ما اینجا نمیذارم که استفاده نکرد. حالا چیزی که اینجا داریم اینه که بریم ببینیم اکتیویتی با این ویو مدل چجوری کار کرد. این هم یوزر اکتیویتی که داریم. توی یوزر اکتیویتی من یه سری تکس ویو دارم، اون تکس که اون بالا بود، اون ستای نیم و لست نیم و اسکور و به اضافه اون لیست پایین، اونا رو اومدم اینجا گرفتم. حالا بعدا با دیتا بایندینگ میفهمیم که این همه تکس ویو تعریف کردن و همه شون رو با فایند ویو بایدی کردن اون کارمون رو دیتا بایندینگ خیلی کارمون راحت میکنه، دیگه از این کارا لازم نیست انجام بدیم. توی on create این اکتیویتی من ویو مدل هم اومدم با استفاده از ویو مدل پرووایدر یه اینستنس ساختم. اینجا هم ببینیم ویو مدل پرووایدر .of this.getUserViewModel.class. این چیزی که من اینجا میدونم اینه که من اگر الان مثلا هورا ایونت هم یه ایونت داشته باشه و من اپلیکیشن هم بسته بشه و دوباره باز بشه، استیت اون هورا ایونت هم همون استیت میمونه، چون که اکتیویتیم تا وقتی اکتیویتیم دیستروید نشده. یعنی لازم نیست من هر دفعه میام بالا بیام چک کنم ببینم که الان امتیازم مزه 5 هست، اگه مزه 5 بود بیام هورا ایونت رو جنریت کنم. یه بار که این کار کردم هر دفعه جنریت بیتا دیستروید نشه توی اون لایبریتری میدونه. چرا؟ چون که وقتی که ما اکتیویتیمون از عوض میشه تو رایت سرکل میچرخه تا وقت دیستروید نشده ویو مدل ما از بین نمیره،
یعنی اینو تضمینی که داره انجام اینه که این دوتا همیشه تا آخرش بیو مدل کنارش زنده باشه. خب حالا بریم سراغ این که از اون لایف دیتا هایی که توی بیو مدل داشتیم استفاده کنیم و یو آی مون رو نشون بدیم. نکته ای که هست اینجا باید فقط دقیقمون نشون دادن یه دیتا باشه، یعنی که ویو مون دقیقاً فقط ویو بید. هیچ کار منطقی توی این اکتیویتی نباید انجام بدیم، یعنی اگر یه جا دیدیم که خواستیم دو تا چیز رو با هم مقایسه کنیم یا یعنی اینکه حلقه بزنیم اینجور کارو بکنیم، معمولا غلط ها نه همیشه، چون یه سری وقتا مثلا یه لیست رو میخوام نشون بدیم، ولی اگه جنس منطق بود یه عملیات داشت انجام میشد روش اون غلط. این هم اون قسمتی که قرار دیتا بایندگی برامون درست کنه، این فایند ویو بای آیدیا. خب حالا اینجا ببینید، من اینجا چیزی که دارم ویو مدل دات گت فرست یوزر دات ابزرو نوشتم، یعنی این که اون گت فرست یوزر که یه گتره، یعنی اون لایو دیتای فرست یوزر رو برمیگردونه توی ویو مدل ولی که اونجا داشتم. بعدش حالا اینجا یه تابع داره لایو دیتا ابزرویبل، یعنی اینکه میشه روش ابزرو کرد. بعدش برای این باید یه اونر بهش بگیم، همون لایف سایکل اونر چیزی که داشتیم اینجا، یعنی میگیم این که این لایف دیتایه الان اون کسی رو که باید در دقیقه داشته باشه که اگر زنده بود و داشت نشون میداد خودشو توی ست آن بود، اون این اکتیویتی که الان ما ساختیم این اکتیویتی است. یعنی مواقعی که این اکتیویتی نشون داده نمیشه یه اکتیویتی دیگه بالایه، اگر یوزر عوض چه، فرست یوزر عوض چه، این تابعایی که این پایین هستن فراخوانی نمیشن. یعنی مفهوم لایف سایکل اویل بودن اینه. حالا کاری هم که اینجا کردیم اینه که یه متغیر یوزر که فرست یوزر موقعی که تغییر میکنه برای ما میفرسته و ما این متغیر با استفاده از این متغیر یوزر میایم یو آی مون رو ست میکنیم. اگر نال نبود من اومدم توی نیم تکس ویو و لاست تکس ویو و اسکور تکس ویو اومدم اسمش و فامیلیش و امتیازش رو زدم. خب این فول نیم هم گذاشتیم برای بعدن، قرار بود یه لایو دیتا باشه که اسم و فامیلی به هم چسبیده رو بذاره. توی قسمت ویو کاری که میکنیم این که این دوتا رو به هم دیگه میچسبیم، یعنی دوتا رو به هم دیگه چسبیده نشون میدیم توی فول نیم تکس ویو. حالا برای اوردر لیست هم من یه حلقه نوشتم روی اوردر لیست، اون لیستی که ورودی میده، یعنی چون که اوردر لیست خودش یه لایو دیتاه، پس بنابراین هر دفعه به من یه لیست از یوزرها، یعنی یه یوزرز به من میده و من این یوزرز رو روش یه حلقه زدم این پایین و تمام تکستاش و اسمش و اسم و لاست نیم و امتیازی که دارم دو نقطه گذاشتم، امتیازم گذاشتم توی این خط، یعنی اون هر سطر تکستی رو جنریت کردم و تهش یه بکت سشن هم گذاشتم که بره به خط بعد. برای اون فیس یوزر آیدی شکم یه چند ستاره گذاشتم که اون یو آی بهتر معلوم شه. کاری که دوباره من اینجا بگم این چیز تکراری رو اینه که اینجا هم فقط به ویو داریم فکر میکنیم، یعنی ما الان تمام دغدغه‌مون اینه که این دیتایی که آماده است اینجاست اینو یه جوری نشون بدیم. حالا فرض کنید مثلا حالا توی تیم هستید دارید کار میکنید، کسی که داره این قسمت‌ها رو میزنه اصلا نیاز به دونستن ویو مدل نداره، به راحتی میتونی پروژه رو بشکنی و به یه عده ویو رو بدی، به یه عده ویو مدل و یه عده دیتا رو بدی، مستقل از هم شروع به کار کنن و کامل این استقلالشون رو خیلی خوب حفظ کردن اینجا. خب من یه هورای ایونت هم داشتم که از جنس دیتا نبود، یعنی اینکه به روم ربطی نداشت. موقعی که امتیازی که ست میکردم و مذهب 5 بود، ویو مدل این هورا ایونت و دیتاش رو ترو ست میکرد. حالا من اینجا گفتم اگر ترو بود بیاد اینجا یه تکس ویوی که توش کنم هورا رو نوشتم و ویزیبیلیتیش رو ست کنم، گفتم اگر شو ترو بود ویزیبل کنه وگرنه گان کنه، یعنی اون تکس ویو رو از بین ببر. خب همین. آها روی دکمه ست هم کاری که باید بکنیم، ما هر اکشنی که توی یو آی برای ما اتفاق میفته، هر ایونتی که جنریت میشه، باید اینو به ویو مدل اطلاع بدیم. کاری که این دو تا کار ویو انجام میده، یکی این که دیتاهایی که باید نشون داده بشه رو ویو مدل میگیره و نمایش میده،
و کار دومش این که اکشن‌های کاربر رو به ویو مدل اطلاع بدید. حالا اینجا هم وقتی دکمه ست صدا زده میشه، من امتیاز این امتیازی که تو تکست ویو وارد شده گرفته میشه و تابع ست فست یوزر اسکور صدا زده میشه که این یوزر اسکور آپدیت شه. یه بار دیگه بریم سراغ اون برنامه، یه بار دیگه ببینیم. اون بالا ویوه بود، این اون دکمه که عدده بود. حالا من اینو اگر بیام 65 بزنم که مزدار 5، این پایین کلمه هورا رو می‌بینید. این چیزه. و همینطور رنک لیست پایینه اگر نگاه کنیم، اون ستاره نوشته جلوش هست یوزر 1. رنک لیست الان صدره و بقیهشون پایینه. من اگر بیام یه امتیاز پایین‌تر بدم، مثلا 13 بدم، می‌ذارم اون آپدیت میشه به پایین. ما موقعی که این دکمه ست زدیم، دکتار ریختیم توی این چرخه‌ای که اتفاق می‌افتاد. دکتار می‌ریزیم توی روم می‌بینه که اون کوئری که لیست رو جنریت می‌کنه، لیست کاربرایی که بر اساس امتیاز دادن تغییر کرده و این اکتیویتی ما هم بالا هست. یعنی اینکه هنوز زنده. این لایو دیتایی که اونجا گرفتیم باعث میشه که اون دیتا از روم که گرفته بیاد و به این اکتیویتی تغییر بده و تابش رو اجرا کنه. و این باعث میشه که لیست پایینه آپدیت شه. خب. من یه قسمت دیگه اینجا از تو انداختم، اون فول نیم. یعنی اسم فامیل رو به هم چسبونده. نکته این چیه؟ نکته این که ما الان اینجا یه لایو دیتا داریم که نیم علی داره و فامیل اکبری داره. خب حالا ما توی این میخوام یه لایو دیتا جدید درست کنیم از این که این دوتا رو به هم دیگه چسبونده باشه. کاری چیزی که توی ادامه داریم اینه. خب من کدال لذیذ یه ما یه سری مفهوم ها داریم، یه سری تسکار ها داریم روی لایو دیتا ها انجام میشه. یعنی اینکه یه لایو دیتا تبدیل به یه لایو دیتا دیگه میشه، مپ میشه به یه لایو دیتا دیگه، ترانسفورم میشه به یه لایو دیتا دیگه. دو تا چیز من اینجا آوردم، دو تا از کارهایی که میشه کرد با لایو دیتا خیلی مهمه. یکی مپه، یعنی اینکه ما یه لایو دیتا رو مپ میکنیم با یه تابعی به یه لایو دیتا دیگه. مثلا توی این کاری که الان انجام دادیم، اومدیم یه یوزر داشتیم که اسم داشت و فامیل داشت، اینو مپ کردیم، یعنی این کجایی که اسم فامیل داشت مپ کردیم به یه رشته، یه استرینگ که اسم فامیل کنار هم بود و اسپرام نداشت. یعنی این که یه تابع داریم که ورودیش یه یوزر، خروجیش یه استرینگ. حالا با استفاده از این تابع میتونیم یه لایو دیتایی که یه یوزر تولید میکنه رو به یه لایو دیتایی که یه استرینگ تولید میکنه، یه فول نیم تولید میکنه تبدیل کنید. این یه جنس از تبدیله. حالا کدش هم من ادامه میارم. بعدش یه کار دیگه هم که داریم، یه ترانسفورم دیگه هم که داریم خیلی به کار میاد، این ترانسفورم مدیاتور لایو دیتا. این مدیاتور لایو دیتا مفهومش اینه که چند تا لایو دیتا رو میگیره با هم دیگه و روی همه اونا یه کاری انجام میده و جمعشون میکنه یه لایو دیتا جدیدی داره. بخوام اینا رو یه خود گرافیک تر بگم، این تابع مپ، یعنی یه لایو دیتای آم اومده اول اون بالا داشتیم و یه مپ فانکشن هم داره که یه اینستنس از آ رو میگیره و یه اینستنس بی رو جنریت میکنه از ما و این باعث میشه که ما بتونیم یه لایو دیتای بی داشته باشیم که از اینستنس بی جنریت بکنه وقتی ایونت میشه. و حالا ابزروره میاد از روی بی ابزرو میکنه. اون سه نقطه به معنی ابزرو کردن ابزرو میکنه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ وقتی که یه دیتای آ تغییر پیدا میکنه که باعث میشه نتیجه بی تغییر کنه، اون موقع اون ابزروره فراخوانی میشه. یعنی اینکه اگر دیتاش تغییر نکنه سعی میکنه فراخوانی نکنه، البته ممکنه بعضی وقتا هم چند باره مثلا یه ایونت دیگه بیاد و فراخوانی بشه و مواقعی که ابزروره مانتر از اون مواقعی که ابزروره نیاز بهش ندارم سراشم، یعنی توی استیت دیستروید یا استیت آف، یعنی که یه اکتیویتی دیگه مثلا بالاست من اصلا فراخوانی نمیکنه. حالا این کارم باعث همون استقلال کامپوننت از همدیگه میشه. یعنی تو شما اون منطقو که اون تابع هست میاریم توی ویو مدل پیاد سازی میکنیم
اون منطقی که داریم، اون کاری که باید اون تابعه از جنس منطقه. بعد فراهم کردن دیتا که لایو دیتا آ هست توی مدل انجام میشه و نشون دادنش که از جنس بی هست توی ویو انجام میشه و این ستا دوباره کامل میتونن از هم دیگه جدا بشن، یعنی اینکه اصلا ابزرور ندون ابجکت آی وجود داره. کدی هم که نمونه کدش هم پایین زده، کاری که کردیم با کاتلین هم هست میکنیم فکر کنم درست میگم. خب یه یوزر نیم لایو دیتا درست کرده، یعنی از یه لایو دیتا از جنس بی فاینلیه. خب و اینا قبلا تعریف کرده اینجا داره، نه اینجا داره تعریفش هم میکنه. اون یوزر لایو دیتا رو قبلا تعریف کرده و مقدار دهی کرده، مثلا از اومده از روم یه اینستنس ازش گرفته. حالا اینجا یه تابعی داریم transformers.map، این transformers.map این یوزر لایو دیتا رو میگیره و مو یعنی مثلا همون جایی که observer رو داشتیم، وقتی که یوزر تغییر میکنه میاد این تابعه رو فراخوانی میکنه و این باعث میشه که خروجی که برمیگردونه این تابعه که اینجا دو چسوندن دو تا اسم و فامیله و هم دیگه، این خروجی رو برمیداره و توی لایو دیتا یوزر نیم لایو دیتا منتشر میکنه، انتشار پیدا میکنه. حالا کاری هم که ما هم توی برنامه کردیم از همین جنس، میتونیم اینجا بریم اون کدش هم اون وری که داشتیم ندیدیم رو ببینیم. اینجا توی اینیت مپ من اسمش رو گذاشته بودم، توی ویو مدل بود میکنم توی اینیت مپ. ما اینجا فرست یوزر فول نیم داریم که میخوام یه لایو دیتا بشه که اسم فامیل به همدیگه چسبیدن، یعنی الان این فرست یوزر فول نیم من دیفینیشنش هم بیارم بالا یه لایو دیتا استرینگ، ولی فرست یوزرمون یه لایو دیتا یوزره. حالا ما این تابعی که این وسط لازمه که اینجا به همدیگه تعریف تبدیل کنه رو با استفاده از این تابعی transformations.map که روی فیس یوزر داده میشه و تابع هم بهش داده میشه رو این کار انجام میده، یعنی هر موقع فیس یوزر تغییر پیدا کنه اون یوزره که تغییر پیدا میکنه و این تابعه که user.getname و علاوی اسپیس و علاوی user.lastname فراخوانی میشه. این از این من. حالا کاری که لایو مدیاتر لایو دیتا میکنه یه کار کلی تر جامعه تر، اونجا یه ورودی داشت یه تابع رو شمال میکرد، ولی کاری که مدیاتر میکنه میتونه میگه من میتونم چند تا لایو دیتا ورودی داشته باشم، یعنی اینکه میگم لایو دیتای من به چند تا یوزر وابسته است یا به یه یوزر وابسته است به یه ایندکس وابسته است به اضافه یه لایو دیتای سوم، یعنی چند تا لایو دیتا رو بگیره با هم دیگه مرج کنه و یه لایو دیتا خروجی بده. حالا یه کد همون transformations.map هم توی اسی که اندروید نگاه کنید اومده با همه مدیات لایو دیتا پیاسازیش کرده، چون که اون یه حالت خاص از اینه که میاد چند تا رو هندل میکنه. حالا من برای اینکه این چند تا مثال واقعی تر هم بزنم، یه اپلیکیشن ساده بود، مادم یه اپی که خودمون کار میکنیم و آوردم و چند جاش که از این لایو‌دیتا ها و این ترانسفورمیشن ها توش استفاده میشه رو توضیح دادم. این اپلیکیشن ما یه سری ابزار داره که هر کدوم این ابزار ها یه سری محتوا واسه بچه ها تولید میکنن. حالا نکتهش اینه که این ابزار ها متناسب با سن، یعنی که سن بچه هم توشون رفت داره علاوه بر خود ابزاره. حالا این یکی از ابزاراست که یه ابزار بازیه، اون بالاش من یه لیست از پارتیشنایی دارم که دیتا توش نشون میده، هر پارتیشن یه دیتای خاصی رو اون پایین نشون داده میشه، ولی خب چیزی رو که میخوام انتخاب کنم اینه که یه پارتیشن خاص رو باید اینجا انتخاب کنم و این پارتیشن خواستم از سن یوزر من بدستم، یعنی من اینجا مسئلهی که دارم یه لیست از پارتیشن هاست ورودیمه که هر کدوم یه بازه زمانی هم دارن، یکی مثلا 4 ماهگی تا 8 ماهگی، یکی 0 تا 4 ماهگی و یه سن یه بچه هم دارن. حالا این دوتا رو چیزی که میخوام اینه که وقتی یه نفر میاد توی اپ بره توی اون پارتیشن خودش. حالا چیزی هم که اینجا هم کار کردم با لایو دیتا هم کار کردم، یعنی این که هر کدوم از اینا رو توی لایو دیتا دارم
یه لایو دیتا دارم که پارتیشن ها رو نگه میده. این که لایو دیتا به چه درد میخوره؟ این چیزی که هست، من موقعی که این ابزار میاد بالا، مثلا ابزار بازی میاد بالا، من دیتاشو ندارم. ریکوست میزنم به رپوزیتوری، میگم دیتا رو به من بده. اون یه لایو دیتا به من برمیگردونه به همراه دیتای قدیمی. یعنی دیتایی که دفعه قبل از سرور گرفته. خب یعنی چیزی که توی روم ذخیره کرده. و بعدش موازی ریکوست هم به سرور میزنه و دیتای جدید رو میگیره و آپدیت میکنه میریزه توی روم. حالا این یعنی چی؟ یعنی که من با دیتا کار میکنم و مطمئنم وقتی دیتای جدید اومد من به روزرسانی میشم و آپدیت میشم. و اونم که داره وب سرویس هم که داره دیتا رو از سرور میگیره میریزه نگران من نیست. یعنی هیچ تابعی از من رو فراخوانی نمیکنه، کاری نمیکنه. دیتاشو میریزه توی دیتابیس. یعنی کامل اومده تسک دیتا گرفتن از سرور و نگه داشتن سمت کلاینت رو که یه کار مدلی هست مال تو رپوزیتوری باید انجام بشه، از یه کار ویویی که نشون دادن این دیتاه یا یه کار ویو مدلی که میگه کدوم پارتیشن باید انجام بشه، این سطح کامل اومده از هم جدا کرده. خیلی خوب. حالا یه لایو دیتا دارم که پارتیشن ها رو نگه میداره، یه لایو دیتا دارم که یه اینستانس از یوزر رو نگه میداره واسه من که این یوزر میگه چه سنی داره و خروجی که میخوام اینه که یه ایندکس باشه بگه کدوم ترم هست. این دقیقاً میگه من این کارو میتونم با یه ترانسفورمیشن دات مپ انجام بدم که ورودی رو بگیره. حتی ترانسفورمیشن دات مپ نه، اینجا دو تا یعنی مدیاتور لایو دیتا باید باشه که دو تا رو بگیره و یه خروجی به من بده. چون دو تا لایو دیتا هست و میخواد یکی بشه اینجا فرم. حالا من این کدش رو اینجا آوردم که ببینیم چی داریم. اون بالا من حالا قسمتی که چجوری لود میشن نشون ندادم. یه پارتیشن، یه لایو دیتا، یه لیست پارتیشن هست که گیم پارتیشن هستن. این گیم پارتیشن هر کدوم میتونن یه رنج رو تعیین کنن که تو رنجشون هستن. یه لایو دیتا یوزر هم دارن، دو تا ورودیمه و دوست دارم یه پارتیشن ایندکس خروجی من بشه که بگه کدوم ایندکس. حالا کاری که داریم اینه که توی اینیت پارتیشن ایندکس اومدم این کارو انجام دادم. اومدم گفتم پارتیشن ایندکس ادابزت بکنه پارتیشنز رو و یه تاور. این یعنی اینکه اومدم پارتیشن ایندکس رو به لایو دیتا پارتیشنز وابسته کردم. توی این وابستگیش هم گفتم دیتاشو ذخیره کنه و موقعی که این دیتاش انجام شد ذخیره کرد این اینیت یوزرینت رو صدا بزن. اینیت یوزرینت میاد میبینه که دوتا دیتا آماده است، یعنی هم دیتای پارتیشن هم دیتای یوزر. اگه هر دیتاشون ست شده بودن میخواد بیاد یه تصمیمی واسه پارتیشنینگ میده و همین کارم واسه یوزر کرد. یعنی اومدم پارتیشن ایندکس رو به یوزر وابسته کردم با این اتسورس و یه تابه هم دادم. موقعی تابه میدم یوزر رو نگه میدارم و این تابه با اینیت پارتیشن اینیت یوزر ایند رو صدا میزه. توی تابه اینیت یوزر ایند هم چک میکنم اگه دو تا دیتا هم آماده بود و نال نبود میام اون وابستگی رو بین میبرم که دوباره صدا نزنه. من فقط میخوام یه بار این کار انجام بشه و بعدش ایج رو از کاربر میگیرم و یه حلقه میزنم ببینم توی کدوم از این پارتیشن ایندکس هم هست تعیین میکنم. بعد اینکه مقدارم که به دست آوردم یعنی فهمیدم یه ایندکس خاص هست اونو میام پست ولیو میکنم توی اون پارتیشن ایندکس هم، یعنی مقداری که اینجا حساب کردم. این کاری که ما الان کردیم خیلی خوب بود، یعنی اینکه اومدیم تونستیم دوتا اولویت‌ها رو ترکیب کنیم. ولی خب اگر چند تا بشه یا هر دفعه بخوایم این کارو بکنیم خیلی پیچیده میشه کارمون. ممکنه بگیم مثلا خیلی چیز پیچیده ای هست. حالا یه کاری که ما اینجا درک کردم اینه که اومدم اینو ترکیب کردم و یه تابعه باسکت مپ نوشتم همون کارا رو میکنه و دو تا رو ترکیب میکنه. دو تا رو دیتا میگیره و ترکیب میکنه چیزی که کرده یا از سورس میگیره، یعنی یه کار تکرار شونده است. بعدش با استفاده از این تابیه باسکت مپه که ما بخوایم این کار انجام بدیم توی یه خط میشه این کار انجام بدیم. یعنی میخوام بگم از کد زدنهاش نترسید، زیاد نمیکنه کدمون رو. اینجا کجا رو قراره مرتب کنه و کمتر کنه. کاری که میکنه این که منطق این که دو تا لایو دیتا میان با هم دیگه میشه جنره جمع شن و یه لایو دیتا دیگه تولید بشه رو به ما میده اینجا. الان توی این باسکت مپ هم من دو تا لایو دیتا ورودی میدم و یه تابع دو متغیره که یه خروجی میده. اون فایند این
اینم قراره این کار رو انجام بده. من یه مثال دیگه هم بردم که مثال آخرمه. یه چیزی که من میگفتم توی اپ دغدغه این که یه نفر یه جای یه چیزی رو آپدیت میکنی، نگران این باشی جایی دیگه چه اتفاقی باید براشون بیفته، نباید داشته باشی. من اینجا یه توی این قسمت آخرمون کاربر میتونه سوالهای ذخیره شده، یه فوریوم هست که سوال نشون میده، سوالهای ذخیره شده شو بگیره و یه سری پست ذخیره شده شو بگیره. حالا این دوتا رو من یکی رو به یه دلیلی با اون سوالهای ذخیره شده رو برای دیتا نزده بودم و این دومی رو برای دیتا زده بودم. اتفاقی که میفته توی این قسمت دومی که لایو دیتا است، موقعی که یه پیام یه پستی که اینجا دارم، کاربر میاد این پست رو برای من تگ میزنه که اینو برای من ذخیره کن، اینو برمی‌داریم توی روم می‌ریزیم و خودش هندل میکنه روم و اون لیست ذخیره شده های کاربر رو توی ویو دیگه میسازه. حالا نکته اینه که داریم این که همیشه اون ویو رو فراخوانی نمیکنه. یعنی که مثلا من اگر توی اپم توی تب اول که خانه هست باشم، نمیاد اون تابه ای که لیست یوزرا رو لیست پیام مشاورا رو هندل کنه و بسازه. تنها موقعی اون لیست رو میسازه که من برم توی اون ویوی که اون لیست رو قرار نشون بده. و این یعنی به خاطر اون لایو سایکل اویل بودن، یعنی میدونه لایو دیتا الان اون لیست اون اکتیویتی نشون یا فرگمنت نشون داده نمیشه، بسامین است و بعد اینکه اون لیست ساخته میشه میره اونجا اون رو صدا میزنه. و این دست کارا خیلی توی این اپ خیلی ما رو راحت می‌کرد. یعنی اینکه موقعی که یک کد می‌زنی دغدغه این که بری همه جا رو بگردی ببینی دیپندنسیا چی بوده و یه کاری بکنی یا یه چیز از قلم بیفته یا یه کاری بکنی، ما از ما کم می‌کرد و خیلی اپو بدون باگ می‌کرد. خب من کاری که چیزی که اینجا توضیح دادم بخوام جمع‌بندی کنم، یه معماری که الان می‌تونیم داشته باشیم با اندروید آرکیتکچر کامپوننت اینه که ما یه سری اکتیویتی و فرگمنت داریم که وظیفه ویو رو دارن، یعنی وظیفه‌شون اینه که به ویو رو نشون بدن، ایونت ها رو بگیرن و برای ویو مدل بفرستن. و یه کلاس ویو مدل داریم برای جایی که داریم که قرار منطق برنامه رو هندل کنه و یه سری لایو دیتا داره که ایونت هایی که جنریت میکنه، کارهایی که میکنه رو به اون لایو دیتا ها میگه و همینطور دیتا هایی که از مدل گرفته میشن میان توی لایو دیتا که اونا رو بتونه ویو ازشون استفاده کنه. و وظیفه دیتا گرفتن هم رپوزیتوری هندل میکنه. رپوزیتوری هم میتونه از دیتا های لوکال که با روم هندل میشد استفاده کنه و یا اینکه از دیتا هایی که ریموت هستن، مثلا سرور یه دیتا بگیره و اینا رو بیاد یه لایو دیتا جنریت کنه. یعنی سه قسمت اصلی که توی مموری اندیوی هم داریم و اینجا میتونیم جداگانه داشته باشیم. خب بخوام ادامه هم بدیم این چیزو، من الان سه تا از کامپوننت های که جدید اندروید معرفی کرده رو اونجا ارائه دادم، ولی چند تا کامپوننت دیگه هم هستن که کامپوننت های خوبی هستن. یکی ورک منیجره که من بود به یه خصوصی تسکات و بکگراند یه اپلیکیشن انجام دادن و اینجور کار هاست، یعنی کارهای آسنکرون رو هندل میکنه. پیجینگ همون پیجینیشن رو هندل میکنه و همینجور نویگیشن هم که یه چیزی جدیدن ارائه داده و میتونیم ورک فلو بین فرگمنت ها و اکتیویتی ها رو باش هندل کنیم. یعنی یه چیزی کسایی که آی او اس کار کرده باشن، یه آی او اس یه ورک فلو منیجر خیلی خوب داره، یعنی اکتیویتی هاشون رو یو آی خیلی قشنگ هندل میکنن. موقعی که اپ لود میشه خیلی خوب میشه هندل کرد، اینجا دید خوبی داره و اینجا میاد با یو آی و توی ایکس ام ال اش، یعنی با ایکس ام ال هم میشه این کارو کرد. حالا اینا این ستا رو میشه به عنوان ادامه کار پیشنهاد کرد. خیلی ممنون. صبر کنید. اگه کسی سوالی داشته باشه داخل اون قسمتی که داشتین ریپازیتوریتون رو میساختین و اون کلاس ریپازیتوریتون رو تعریف میکردین، قسمت نحوه نیو کردن رو توی متد استاتیک تعریف کردین که میاد یه پارامتر استاتیک میسازه و اون اینستنس رو نگه میداره. چرا باید یه دونه اینستنس استاتیک از ریپازیتوریتون نگه داره؟ من جوری که نگاه کردم به این ریپازیتوری این بود که
هر دفعه قراره یک کار ثابت انجام بده دیتابیسش، یعنی اینکه تو کل برنامه دو تا اینستنس به صورت متفاوت به دیتا نگاه نمی کنن. یه اینستنس قراره زنده شه و شروع کنه دیتا گرفتن و این کار انجام میدن. یعنی البته اون ایرادی که میگید شاید یه کار دقیق‌تر بشم روش وجود داشته باشه که وقتی اون ویو مدل از بین بره اون اینستنس اون جایی ساختم از بین بره بعد یه کرش کنه. مواظب این نبودم، یعنی بعد یعنی اگه خواستم بکنم باید یه کاری با شبیه همین ویو مدل پرووایدر انجام بدم که بسش کنم برای این ویو ویو مدل. نه خاصی نداشت، من منطقش رو دیدم و مثل که اینجا اگر به این ویو مدل بسش نکنم اشتباه کردم، دو تا ویو مدل باشه اشتباه. کسی سوالی دیگه هم؟ خیلی ممنون، بفرد یه ذره مولانت هم میشه صحبت کنی سر و پاکنی یه مدل پروواید جرسی هم کنی چیزی از اشمان توی سمتر میدور سیدم درس فکتوری کنی فرد از این بیرسی یه وقت فکتوری کنی من هم که توی یه مدل که داریم به خود اکتوری توی بستش میکنی یه فکتوری هم بهش میدید که اصلا این چین شیرگاهی سنم اون برسی کابر یه چیز خوب گفتم. موقعی که ویو مدل پرووایدر یه ویو مدل رو میسازه، من اینجا هیچ پارامتر ورودی ویو مدل هم نداشت. مثلا یه ویو مدل میتونه یه یوزر آیدی خاص داشته باشه. اینجا من گفتم یوزر اولمو اون بالا نشون میدم، میتونیم بگیم یه یوزر خاص باید اون بالا نشون بدی. و یا یه سری پارامترهای دیگه ای که داشته باشه. اون فکتوری با این کمک میکنه که اون پارامترهایی که نیاز هست رو راحت‌تر بهش بدیم. من یه کاری دیدم اونجا انجام میدم، اینجا کاری هاش انجام میدم. خیلی ممنون.